خواب چی شده؟ معذرت میخوام، از دیروز سالا یه جیگوله مرتب زاخسیه ملی خانمو چوب میزن. چی دستور میفهمی؟ فقط همون جیگوله هست که چوب میزن. بله قربون، بله. مصطفی چشمش بر نمیداره کسی به ناموس شب نگاه کنه. اینو همه یه محل میدونن. چه خبره؟ چی شده آقا مصطفی؟ سلام پهلوان. سلام علیکم. آتیشی شدی آقا مصطفی؟ چی شده؟ تو خودت خوب میدونی که من یه عمر تو این محل اولی کشا چارم واسه ناموس و کار مادر مردم کور بوده. خب مگه حالا بد دیدی آقا مصطفی؟ مگه بد به چی میکن؟ حضرت آقا میخواد سبزی پشت لبشو به کسی نشون بده که فقط دو روز آوردمش تو این محل و باسم اینه اون ناموس هم میمونه. مالی دختر آسد رزا رو میکن. خودت میدونی که باباش اون و مادرشو دست من سپرد و مرد. حالا تو کوتاه بیا و ببخش. بله آقا مصطفی شما ببخشید. نفهمید. این دفعه رو به حرمت موهای سفید پهلوان هیچی. اما اگه دفعه دیگه همچی چیزی ببینم حرمت هیچی رو نیکر نمیتونم. اون وقت شیری رو که اون آدم از مادرش خورده از چشاش در میارم. برای خوشا چی احمدی؟ حالا ببین حسینی جون باش قرم میکنم ها. نگو حسن جون. خیلی خوب حالا اوستا منم. تو اوستا نمیتونی بشی، باید بشین نگاه کنی که ما اشتباه نکنی. باش جون. اینا با منم بودن. تو که علاق نیستی. من که همیشه به همه اینا سواری میدادم که اصلا این بازی قبول نیست. خب حالا اصلا
بدتر تو توله بازی میکنیم. حسن برش که یه روز دیگه اگه بازی نکنیم با تو قهر میکنم. نخوام، میخوام بدتر متل بازی کنم. خیلی خب، حالا که حسن میخواد بازی میکنم. آشه متل متل تو توله گاب حسن چه جوره، نه شیر داده نه پستون، شیرشو بردن هندستون، یک زن کردی پستون، اسمشو بذار انگزی، دور کلاش قرمزی، آچیمو باچی یه پا تو بچی بادم من باختم. تو چه هنوز اینجایی بچه؟ من داشتم میرفتم گوشت. چرا نرفتی؟ خب دارم میرم. بارو ببینم، زود باش. چرا زود باش؟ برو خونه. دارم میرم. برو خونه. لخامه عجب حکایت میارم. اقدس خانمتون سلام. سلام حسن آقا، حالت خوبه؟ آره خوبم. آدم خوشش میاد با شما حرف بزنه. نه بابا. چی اقدس خانم جون؟ بچه‌م حسن. خب پس رحیم کیه؟ اون که خیلی گنده بود، حالا کوچولو شده. خب اونم بچه خودمه، به هم نمیاد. خب بدش ببینم. ادش حالا تو بده. ولی این که شکل باباش نیست شیطون. خدا بگم الهی چی کارت نکنه حسن، پس شکل کیه؟ شکل حافظه. حافظ دیگه کیه؟ بلا خورده. من چه میدونم، داریم میگه حافظ حافظ. خیلی خوب بنشمن، من میخوام از این طرف برم. ببین من بچه ها رو، من بچه رو خیلی دوست دارم. بچه هم تو رو دوست دارم، بلا گرفته. دلو جگره گلده کمانه بابا سلامت بودی. سبز کش دوی جوی کش سبز کش دوی جوی کش. بح بح حسن آقای گل بالبال چرا اونجا بایستده؟ بیا تو. سلام. سلام به روی ماه. سلام برما بشین. خب حال مالا چطوره؟ امروز نیم ساعت دیر اومدی ها، واسب غیبت گذاشتم. آره دیر اومدم. بازی؟ رفته بودم بازی. بچه به این درازی رفته بوده بازی. خانم بیاسته خون میخوای یه باسته خون. بیاسته خون بی زحمت چرخش رو چشم برو جاب چشم. سلام آقا رضا. به به ملی خانم، سلام به روی ماه. چطور شده این طرف ها؟ اختیار دارین آقا رضا، ما که همیشه مزاحم شما هستیم. اختیار داریم ملی خانم. چقدر گوش میخوام؟ 2 کیلو باسته خون. چشم برو چشم. خب مادر حالش چطوره؟ ای به مرحمت شما سلام میرسونم. حسن جون جیگم میخوره؟ دا چرا؟ این حسن هم پسترهای خوب روزگار ملی خانم. پشمم من از 3-4 سیخ همون جیگره آجوری واسه حسن ما برپس ورد بیا. آبدار میخوری یا خوش؟ هم آبدار باشه هم خوش باشه. هم آبدار باشه هم خوش. نیم چه وقت وردی واسه حسن ما. این داشتن از رفتمای خوب منه ملک خانم. اگه با بچه ها کمتر بازی بکنم و یک کمی هم برفا دایش بره خودم واسش دست بالا میذارم، یعنی آره زن بش میدم. تو عروسی من میرخسی آقا رضا؟ آره پچی که میرخسم، اما اگه کفشاتو درست بپوشی ملی خانم. به جون شما آرزو بدل مامون که یه دفعه این کفشاتو درست بپوشه. رختش چطوری میکنی آهان؟ ای پدر سلاماته، حالا دیگه ما را دست میدازه ببینه. یا تا خوش که دوتم آفیان مونده نباشه ها. مثل اینکه حسن آقا ماشینشو خیلی دوست داره. آره ماشینمه، اوتولمه، اوتول. منو سوار ماشینت میکنی حسن آقا؟ چه خوب، چه خوبه. شما رو سوار میکنم دوتایی با هم. خب مرا چی هستن جان؟ منو سوار درم کنه؟ تو اگه بیای باید دوکونه تا رو اندی آقا رضا. تو کار کن آقا رضا، کار کن. خب باشی.
کار با ما کار میکنه. اصلا کار واسه رودل خوبه. خودت ما علی خانو اسم شما چیه؟ اسم من؟ معلیه دیگه. معلی؟ شاد چه خوبی؟ شما هم خوبین حسن آقا. چرا خجالت میکشی حسن آقا؟ آخه عوض کن گفته خجالت بکشم. خوده رضا آقا رضا خوش اومده، قلم تو رو چش. آه رضا جونم، من این معلی خانم رو خیلی دوستش دارم. جده میگه میخوای چیکارش بکنه؟ میخوام فشارش میدم. خب دردش میاد نه؟ یواش فشارش میدم. آخه من خیلی دوستش دارم. شمارم دوست دارم. یعنی من هم شما رو دوست دارم، هم علی خانوم و هم ماشینم و قارونش برم ایشم. خیلی خواه بیا گوشت بگی برو با اکیانه رو کنچه بری افتن جنا. گوش کن افتن جنا. بسه شب خونه بمون، میام عقبت. بسه چی؟ آخه یه حرفایی هست که تو شب خونه بمون، کارید نباشه. برو داشت با برو داشت. باش آقا رضا نوبت ما نشد، خسته شدم. چشم برو چشم همین الان. بیا استخوان میخوام. بله. چشم برو چشم همین الان. تقریب شباب جیگر جیگری. جیگر میخوری؟ آره ننه. نه اسمشو گاز زدم. ننه زری بیا. باشه. یه تار عشقی بزن. عشقی عشقی ننه زری.
زن زری هر وقت تا رشقی میزنی گریه میکنی؟ نه مادر جون، یاد گذشتم افتادم. یاد گذشتت افتادی؟ حسن، حسن یه سواشو برسونم ات دیره چیگه. نمیخوام بسن میگم یه سواشو. نمیخوام آقا جون، مگه زوره؟ بیا بریم، میخوام برات از ملی حرف بزنم. ملی جون، ملی؟ ملی خوشگله خود اما؟ بله، ملی خوشگله خوده. یلا سوار شو. نه نذاری تاره عشقی نزنی که گریه کنی. سوار شو. اتونم رو نمیذاری برم خونه. بیشتر دوست داری یا ملی رو؟ دایی ما؟ آره من ملی رو 5 تا دوست دارم. باید محصا باز زنجیرش افتاد. لاچردار پاک برو جلو حسنی کنف کرد. بیا درست شد، بیا سوار شد. من دیگه سوار نمیشم. چرا؟ آخه اینجا درد اومد. ها؟ من واسه ملی دوچرخه نمیخرم. چی واسهش میخری؟ واسهش یه ماشین میخرم. ماشین سفید سفید. این اون این اون حسنی گوشتت کو؟ گوشتم کو؟ گربه خود. گربه؟ گربه خود چه پسه؟ کجا انداختیش؟ بلش کن. من ملی رو دوست دارم. خیلی خوب بابا، ملی مال تو، برو خونه. نمیخوام آقا جون، میخوام برم بازی کنم، مگه زوره؟ برو خونه، بعد از اون میخوام ببرمت سینما فیلم پول یه چش. برو برو خونه. یه چش؟ آره آره. خداحافظ حسنی. خداحافظ. زنجیلت نیافته. آفتاب بچه بیا بازی، بچه بیا بازی. بیا 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 بچه ها. بیا بیا همون مجبور. حالا بون سلام علیکم. حالا بون سر نماز ندیدمه. اون کنج بودم پیش مکساده. ببینم حال حوصله‌شو داری امشب بریم زیارت؟ والا دلم گرفته بود دیروز رفتم. یارب قبول باشه. قربون تو، حسنی رو می‌خوای ببری؟ آره آخه اون عادت کرده. اگه یه شب جمعه نبرمش پاک کلافه می‌کنم. خب حقم داره، به حضرت مدیونه. اینجا نمی‌بینمش. کجا؟ حتما با بچه‌هاست. نمیدونم کی میخواد مثل همه جوان ها بشه. بابا حسن مرد شده طلبو. تو نمیری بزرگ شده. باز رضا شروع کرد. نه این تومیری از تومیری ها نیست. حسنی عاشق شده. تو از کجا میدونی؟ خودش بهم گفت. طرف کیه؟ اینو دیگه با تب خودش بپرسی. آخه اینطوری مزدش بیشتره. ولی آخه میدونم چی میخوای بگی پهلو، ولی پسر حاج احمد بلور فروش هم همینطور بود. آره اما بی پیر همین که پاش رسی تو اجده فرداش خوب شد. آخه پاری وقتا زنگ گرفتم به بعد جا میسازه. آره جون رضا بگو طرف کیه. اما هرکی هستا تیر عشق شپنه کرده تو قلب احسنی و ناکارش کرده. چرا؟ واسه چی؟ چرا؟ واسه اینکه نمیتونی گل باشی، یادتو گل باشی. گل خوبه. باره بابا دلت خوشه. حالا ببین احمدی، باز خر میکنم. من که نگفتی من آب بخوام. خب من اصلا برات آب بیارم. چهار تا گل زدم به من چه مجه زوره؟ باره بابا دلت خوشه. باره بابا دلت خوشه.
نمیخوام مگه دوره دوبلین خانم اگه بریم آقا مصطفا میزنه تو اون اصلا برگرد آقا مصطفا چیه؟ این ملیه ملی خودمه اصلا بلش کن بابا بیبین با هم بازی کنیم نمیام آقا جون نخود نخود هر جبت خانه خود دوره مگه نمیام چم که کشتی مارو با این ملی بچه ها بیم بیم شکی بریم دوبلش بوده بازی بریم سلام دیگه نه حسن برو من میخوام کسی شما رو اذیت نکنه ملی خانم خونه ما همینجا خونه ما بغل همسایه خونه شما همسایه ما ملی خانم همسایه یا همسایه بازی بکنه نمیام احمدی اون اینکه بس که فایده نداره بیا بازی کنیم پس چی کار کنم؟ تو اگه اونو بخوای باید براش چیز بخری ما چش کنی؟ چیز بخرم ما چش بکنم چیز بخرم ما چیز براش میخرم ولی ما چش نمی کنم ما چه بی تربیتیه سلام خب از لحاظ خونه که ناراحتی نداری؟ نه آقا مصطفی الحمدلله هم دلوازه هم آفتابگیره اتاقاش هم بزرگ و خوبه دیگه بیشتر از این چی؟ الله ما تو این چند وقتی که بابای خدا بیامرزم از این دنیا رفته غیر غم اون هیچ ناراحتی دیگه ای نداشتیم مامان من سبزی میبرم بهش خیلی خوب مادر امیدوارم آقا مصطفی همونطور که تو بی‌غرض و طمع دست ما رو گرفتی خدا عوضت بده خدا یا خودت چشم ما رو پاک نگردان راستی دیروز تو مسجد یه زنی اومد بغل دست من نشست گفت زن حاج احمده بعد یه کمی راجب خانواده و شوهر و فامیل و این چیزای صحبت کرد خب بعدش هم اجازه خواسته واسه خواستگاری ملی بیاد خدمت شما میدونین آقا مصطفی میگفون الان صرافی داره تو چی گفتی؟ گفتم که از شما میپرسم بهش بگو مالی نمیخواد شوهر کنه ولی اینطور که شنیدم وضع پسر خیلی خوبه نفهمیدم مگه حالا چیزی کم داری؟ دهنم به چه دگی هم چرفی بخوام بزنم ولی مالی باید شوهر کنه اون میتونست حالا بچه هم داشته باشه کسای دیگه هم هستن که خواستگار اون باشه مثلا کی؟ خودم ولی شما که؟ طلاقش میدم هیچ کس به اندازه من نمیتونه مالی رو خوشبخت کنه اشرف خانم اینو بهتون قول میدم ادخل يا من يا الله ادخل يا امير المؤمنين ادخل يا فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين ادخل يا مولاي الحسن بن علي ادخل يا مولاي الحسين بن علي ادخل يا مولاي علي بن حسين ادخل يا مولاي محمد بن علي ادخل يا مولاي جعفر بن محمد ادخل يا مولاي موسى بن جعفر ادخل يا مولاي علي بن موسى ادخل يا مولاي محمد بن علي ادخل يا مولاي ابا الحسن علي بن محمد ادخل يا مولاي يا ابا محمد حسن بن علي ادخل يا ملائكة الله الموكلين بهذا الحرم الشريف بسم الله الرحمن الرحيم السلام على آدم صفة الله السلام على نوح نبي الله السلام على إبراهيم خليل الله السلام على موسى كليم الله السلام على عيسى روح الله السلام دایی من میخوام بفهمم که میخوام بفهم حضرت کیه حضرت امام و آقای ماست یعنی چی دایی یعنی بزرگه به خدا نزدیکه یعنی خدایی که ما رو به دنیا آورده اونا خیلی دوست داره حسن میدونی که مگه خدا منو دوست نداره دایی چرا؟
خدا همه ما رو دوست داره، ولی اونا ممکنه یه کمی بیشتر دوست داشته باشه، چون دروغ نگفت، کار بد نکرده، مردم رو اذیت نکرده، مردم رو دوست داشته همونطور که خودش رو دوست داشته. منم مردم رو دوست دارم دایی، من همه رو دوست دارم دایی. خوبه دایی، واسه همینم هم هست که همه تو رو دوست دارم. آره راست میگی، راست میگی. بچه رو من دیگه نمی آفتم. برای اینکه حضرت شفاعت داده، اون تو رو خوب کرده دایی. حضرت دکترم هست؟ حضرت همه چی هست، یعنی هرچی از خدا بخواد بهش میده. میبینی که الحمدلله دیگه قش نمی کنی و خوب شدی بذارم. آدم هرچی از حضرت بخواد بهش میده دایی، اگه قلب پاکی داشته باشه. مسلمن آره. من از حضرت میخوام که شما منو دوست داشته باشی دایی. آوریزم دوستم داشته باشه، ملی هم دوستم داشته باشه. این ملی کیه که تو میخوای دوست داشته باشه؟ ملی؟ ملی خوشگله، ملی همسایمونه دایی. من ملی رو خیلی دوستش دارم، به حضرت خیلی دوستش دارم. ولی دایی اون صاحب داره، اون مال یه آدم دیگه است حسن جون. خب باشه، منم دوستش دارم. تو هر وقت یه مرد شدی و تونستی رو پات بایسی، اون وقت میتونی از این حرفا بزنی. ولی من مردم دایی، تازش رو پا من بایستم به فرما بایستدم. لا 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 لا، نه جانم، قربونت برم این حرفا نیست. هنوز همبازی های تو بچه ها. اینو بدون، هر وقت من حس کنم که تو یه مرد شدی، اون وقت هم زنت میدم، هم برات خیلی کارهای دیگه میکنم. برو نمازتو بخون بچه‌ها. دایی تو میفهمی من مرد شد؟ میگرفتی فردا یکی بفرست درستش کنه. برینج روغنم داره تموم میشه، بگو زودتر واسه همون بیارن. گفته بودی رو باغ معامله میکنی، پس چی شد؟ تمام شد. جای منو انداختی؟ آره. تو چته مصطفی؟ فکر میکنی که من نمیدونم تو عوض شدی؟ فکر میکنی من نمیدونم که 4 ماه تمام زندگی رو به من و بچت حرام کردی؟ فکر میکنی هیچ کدوم از اینا رو نمیدونم؟ بسه بابا، حوصله ندارم. حقم داری حوصله نداشته باشی. من نمیدونم چی تو زندگیت کم داشتی، چی میخواستی که برات حاضر نکردم. چرا میخوای این زندگی رو از هم بپاشونی؟ کسی نمیخواد این زندگی رو از هم بپاشونه. اگرم پاشیده بشه دست نقنقای توه. من نقنق میزم؟ تو صبح علل تو رو که از خونه میری بیرون، یه دفعه نمیگی این زن و بچه من تو خونه چی کار میکنن. تو شب که میای خونه عین یه بچه بهونه میگیری و سر و صدا را میندازی. تویی که یه دفعه نخواستی بفهمی این زن چی کار میکنه و چی میخواد. ببین مصطفی، یه شوهر خیلی چیزا باید بدونه، یه شوهر خیلی کارا باید بکنه. چرا نمیخوای بفهمی؟ اینا رو من نباید بگم. بس دیگه، حوصله‌ام سر رفت که به شعر برات گوش دادم. خیلی خوب، من همه چیزو میدونم، ولی نخواستم بهت بگم. ولی اینو تو بدون، اون هیچ وقت نمیتونه تو رو خوشبخت کنه. کی؟ خودت هم میدونی. بیچاره اون آسد رضا رو بگو که ملی دخترشو دست تو سپرد. دیگه داری زیادی حرف میزنی. حرف میزنم برای اینکه تو بفهمی، برای اینکه سر عقل بیای. تو کور شدی مصطفی، تو کور شدی. آخرش این که نره بذاریم حسنی زن بگیره. اگه گرفت چی؟ هیچی دیگه، هیچ وقت حسنی رو نداریم. اینطوری که نمیشه. عمو کوچیکم به داییم میگفت که آدم وقتی زن میگیره تا یه مدلش نمیخواد از خونش بیاد بیرون. اما شما چطوری میخواییم بذاریم حسنی زن بگیره؟ ما که دلمون نمیخواد، اون خودش دلش میخواد. اون بخواد، ما نباید بذاریم. ما حسنی رو دوست داریم، نباید بذاریم از پیش ما بره. با
بچه ما یه فکری کردم. چه فکری؟ به شرطی که همه تون قول بدیم با هم باشیم. ملی مرده نه چی گفته؟ بچه ها میگفتم ملی مرده. جون من الان دیدمش، داشت به کفتره آقا مصطفی دون میداد. دون میداد؟ آره. یه دل میگه چه خوبه، یه دل میگه نمیشه
نمیشه، نمیشه. آدم همش از سیره چون چنده، بهتره که دل به کسی نبنده، غم نخوره شادی کنه بخنده، این زمان این رو نمیپسنده، وقتی که این زندگی قفس نباشه خوبه، حرفای عاشق خونه حس نباشه خوبه. آدم اگه همیشه وفا کنه چی میشه، یه دل میگه چه خوبه، یه دل میگه نمیشه، نمیشه، نمیشه. میگم در قدم و دونه دونه به شرطی که قدر منو بدونه، وقتی که این زندگی قفص نباشه خوبه، حرفای عاشق خونه حس نباشه خوبه. آدم اگه همیشه وفا کنه چی میشه، یه دل میگه چه خوبه، یه دل میگه نمیشه، نمیشه، من همه ی حیوانا رو دوست دارم. حیوانا شما، حیوانا شما رو دوست دارم. تو فیلم اون دختره آواز میخون. بعد دوست زیر دوش کشتش. بعد تارزان اومد، تارزان که اومد پلیس هم اومدن. تارزان اومد هی میگفتش که، هی داد میزدش که میگفت آزن را بلا آقا مصطفی اومده نهار بخوره. آقا مصطفی خب بیاد نهار بخوره. تو هم برو، خیلی بد شد، چه برو. چه را هم بله. ما فقط داشتیم صحبت میکردیم دیگه نبینم. ولی شما دارم نمیخواد پشت سر دیچالای مردم رو بشنفم. حالیته؟ ولی اون که ایشکی نباید جرات کنه به چشمای تو نگاه کنه و باد حرف بزنه. حتی حسن برو. میخوام واسه کفتره آب ببرم. نمیخواد، خودم میبرم. لا اله الا الله خدای توبه. خب این که دیگه گریه کردن نداره. تو زندگی همه زن شوهرها این حرفا هست. آدم چرا باز نقدر زود از کوره در بره که؟ ولی من دیگه نمیتونم داداش. من اگه حرفامو نتونم به شما بزنم، شما که داداشم هستی، پس بهت با کی حرف بزنم؟ چی داری میگی آسی جون؟ آخه حرفی نیست که بزنی. همه زن شوهرها دعوا میکنن. منم با عذرا چند دفعه دعوا کردم. پس حالا بفرمایی که باسه اون این برای جوب باشه، منم اون برای جوب. ولی تو زندگی شما خاطر خواهی نبوده داداش. مصطفی خاطر خواهی ملی شده. اون زندگی رو به من حروم کرده. شما چرا نمیخواین اینو بفهمید؟ خیال میکنی آبجی جون، خیال میکنی آبجی. مصطفی ملی رو این دخترش دوست داره. اینا فکرهایی که شما خار زنک ها میشینیم باز خواهتون میکنه. ولی اون ازش خواستگاری کرده. مادر خود ملی بهم گفت. تو مطمئنی که این جریان درسته؟ خیلی وقت اون عوض شده. من تو خونه از یه قاب دستمالم هر جوازه اون کمتر شده. میدونه که آمده اینجا؟ آره، صبح بهش گفتم من میرم خونه داداش. گفت خوش اومدی، به سلامت. آره چی کار کنم داداش؟ تا یکی دو روز اینجا باش، تمام تکلیفت رو روشن بکنم.
سلام علیکم. چی می‌کنی؟ باش مصطفی. آ چرا از این برا؟ خودت چی داری اینجا بسر؟ بله من. می‌خواستم یه گوشه چند کارو با حق بزنم. بفرما، بفرما. چشم، بفرما. بفرما. روشن می‌شی بزن. قربون دست. بیا برای اون گوشه. بفرما. زنگ بزن که تو سرسام می‌گیری. درست کنم. کلی ما رو خوشحال کرد. اختیار داری فعلو بون. خیلی وقت خود ندیده بودم ات آقا مصطفی. نقل کن بینم. میدونی فعلو بون مسئله آبروی حیثیت در میاره. موضوع چیه؟ والا دلم نمیخواست بهتون بکنم، ولی خب تقصیر شما نیستش. حسنیه شما بیشتر از یه همسایه دوره بر منی میپره که این نه واسه معنی خوبه، نه واسه ما خوبه. داشت مصطفی بابا خیلی سخت گرفتی. حسن که دیگه این حرفا رو نداره. همه میدونن که اون دلش صافه و هوایی هم تو سرش نیست داشتن. اما اونایی که میبینم ممکنه دلش رو صاف نباشه. آخه نزدیک شدن به چیزایی که صاف داره هم خوش عاقبت نیست، هم مایه شره. من نمیفهمم اینو باید یه جوری بهش خالی کنی پهلوون. اما من هنوز برای دختره صاف نشناختم. تو هم که فقط قیمشی. قیمش صاحبش هم هست پهلوون. ولی آخه این تو ببین پهلوون، کار من چه خوب باشه چه بد، دلم میخواد احترام تو یکی رو نگه دارم. واسه همینم هم هست که ازت میخوام با حسن حرف بزنیم. باشه، حرفی نیست. او اینجاست که بلوا میشه. پهلوون دورون از یک طرف، گیو از یک طرف، ریس فیدان و بزرگون خوم از یک طرف. آقایون اون مسئله کوچیکی نیست، مسئله خون و شرف در میونه، مسئله مردونگی در میونه. پهلوان فکر میکنه، راه حل میخواد، راه گریز میخواد، راه فرار میخواد. اینجاست که بلوا میشه، اینجاست که هر مردی موظف دست بکنه توی جیبش. من پیرمرد شیستر خواهنه رو راضی و خوشتر کنه. خدا اون یک در دنیا خاله شکرم دیگه مزاحم من نشو. اگه حسن بفهمه اون وقت میدونی چه بلایی سر ما میاره. اون هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی که من تو رو دوست دارم. تو باید مال من بشی. آخه من حسن رو دوست دارم. حسن کیه؟ تو باید مال من بشی، وگرنه میکشمت. میفهمی؟ هم تو رو میکشم، هم حسن رو میکشم. برم کن، خواهش میکنم. من حسن رو دوست دارم. حسن روم میخواد ملی منو بکشه. ملی بال منه. چی شده حسن جان؟ چی شده؟ هی ملی بهش میگه من عدن رو میخواد بسیدم. تو باید منو بکشه، مگه دوره؟ حسن جان چی داری میگی؟ کی میخواد ملی رو بکشه؟ یه نمایش میخواد، یه تئاتر بود. نه خیر، تئاتر چیه؟ من خودم شنیدم ملی میگفت من حسن رو میخواد گازش میگیرم. اولا من ملی رو میخواد، میگفت من خودم من ملی رو میخواد. خودم زدم اشتیای خودم. من دیگه یه قول با اون چکولاش خجالت نمیکشه. با ملی من هی دعوا مرافع میکنه. خب منم باش دعوا میکنم، میتنمش. خیال کرده. من نمیفهمم تو تا چه میخوای دست از این مسخره بازیات ور نداری. دایی شما پشتی اونو میکنی؟ دیگه نمیخوام حرفی بشوفم. لا لا الا الله. بیمانی باش 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 هرچی چی بهت نمیگم لوستر میشی؟ خجالت نمیکشی بچه؟ یه دفعه بهت گفتم فکر منی رو از سرت بیرون کن. به بچه آدم یه حرف رو یه دفعه میزنن، نه صد دفعه. لا اله الا الله. آخه تو که رفیق بزرگت 9 سالشه چجوری حرف از ملی و عشق و اینجور چیزا میزنی؟ آخه دایی من تو حرفشو دیگه نمیخوام چیزی بشنفم. حسن، حسن من، ای
تو سر من داد زدی، تو دعوام کردی. آخه پسر من، تو باید اینو بفهمی، به هر کسی که نمیشه دلبر. ملی قرار زن مصطفی بشه. اوه مگه هرته هرته مگه مصطفی دوتا من هیچی. آخه مصطفی مرده، کار میکنه. ملی رو دوست دارم، تازش مردم هستم. خیلی خب، گیرم تو ملی رو دوست داری، قبول. اما مردونگی چی؟ میدونی مرد به کی میگن؟ نمیدونم به کی، به کی؟ به اونی که به خاطر رفیقش از عشقش بگذره. تو به خاطر مصطفی هم که شده دور ملی رو خیت بکش. ولی مصطفی دوست من نیست. دوست من که هست دایی جون. اگه راست میگه پس عشق خودتو بهش ببخشش. دوستای من همه بچه ها. من بچه ها رو دوست دارم، بچه ها من رو دوست دارم. ملی نمرده، نگو مرد، نگو مرد، ملی نمرد، احمدی نگو، اکثری نگو، با حضرت میدارم از اکثری، من با همه تو خیرم، خیرم تو رود میکیم. هیچ کدوم تو هست، من با همه تو قهرم. تو روز بیامه ولی نمیده. من دیگه نمیگم ملی مرده. چرا؟ برای اینکه اصلا گریه میکرد. خب باش عوضش نمیده زن بگیره. خب بذار بره بگیره، من که دیگه نمیگم. سلام. سلام از طرف آقا، بفرما. آقا رضا چون؟ مگه این آقا مصطفی رئیسه؟ باز چه؟ آقا همه ازش میترسن، دایی میترسه، ملی میترسه، شما هم ازش میترسه. چه میترسه حتا؟ آیا چی شده؟ دایی ازش میترسه، ملی ازش میترسه. هیچ کس ازش نمیترسه. خودم دیدم آقا رضا جون. مگه دایی چی بهت گفته؟ دایی میگه ملی مالونه، اون مرگه. آقا رضا جون، من ملی رو دوست دارم. به هیچ کس نمیتونه جلوی تو رو بگیره. مریم مال اون نه، دن حقدش که نه. آره، دن حقدش که نیست. حقدش چی آقا رضا؟ یعنی شهرنگ که مال اون نه. آره، شهرنگ مال اون نیست. شهرنگ چیه آقا رضا؟ یعنی خلاصه باز لدای حالی که از اینقدرام سنگ مصطفی را به سینش نزنه. آره حالی، حالیش کن آقا رضا جون، با سنگ نزنه به سینی مصطفی. نباید به سینه مصطفی سنگ، سینه مصطفی سنگ نمی. آقا رضا جون شما زنگ گرفتین؟ آره خب، پس عذر خانم چیه؟ آیا آدم زن میگیره چطور میشه؟ والا چه میدونم، آبش میکشن چلو میشه. آبش چلو میشه. خب تو این کاره کردی؟ ده بی تربیت نشده. خودت گفتی چلو میشه. چلو آقا رضا جون، آقا رضا تو با عذرا خانم چیکار میکنی؟ خب معلومه دیگه، زندگی میکنه. زندگی میکنی؟ آره آره. آقا رضا آدم های زنش ببوسه؟ بعضی وقتا آره.
پس تو عذرا خانم رو مچ میکنی شیطون ها؟ عجب ساده از بنامه آقا رضا جون عذرا خانم از سیپیل خوشش میاد والا من نمیدونم پس چرا تو سیپیل داری؟ سیپیل علامت مردونگیه منم سیپیل دارم آقا رضا جون چه خوب آقا رضا جون آقا رضا عذرا خانم حامل شده نه حسن جون نه پس چرا آقا رضا واسه اینکه اجاق من کوره اجاقت کوره که یه خونه خب فوتش بکن آتیش میشه کاش که با یه فوت میشه این اجاقت کجاست که کوره ها جاش استغفر الله یعنی من بچه دار نمیشم آدم با چی کار بکنی که بچه داری بشه وقتی زنگ رفتی همه اینا رو میفهمه پس چرا تو نفهمید بس خرم الان میام چشم برای من شما قده دوست دارم که هرچی بگی من شما رو منم تو را دوست دارم من شما الان میاد اومدم من شما رو اومدم لا اله الا الله دست این بچه ها نه من آشتیم من با همه تون آشتیم احمدی حالت خوبه من میام بازی ولی اتل متل توتول اتل متل توتوله ها پس بخر میکنم پس اتل ها متل توتوله ها خب اتل متل توتول تو چی خیال میکنی؟ من شب تا حالا صبحونو تو بغلم گرفتم این در اون در پی حکیم زدم من شیر تو دهنش ریختم و عین لله براش لالایی گفتم پس من میدونم اون کیه و چی میتونه بخواد انگاری یادت رفته که تو این 20 چند سال منم کمتر از تو دوره برای اصلا نبودم نه یادم نرفته ولی چه؟ لابد من نمیدونم اصلا چی میخواد تعرفو حسن ملی رو میخواد همین و همین رضا حرف عجیبی میزنی تو خودت میدونی که مصطفی قیم دختره است از اون گذشته خود مصطفی هم تازه کلی با آدم مصطفی خیلی چیزا ممکنه بخواد اون تا ارجیما رو طلاق نده حق نداره سن بگیره میدونم ولی اینم میدونم که یه آدم سالم خیلی بهتر از حسن میتونه ملی رو عاقبت به خیرش کنه حالا چه زن داشته باشه چه نداشته باشه خیرات نکن طالب اون ملی گوشت قربونی نیست که اینطوری بخوای بفرستیش در خونه اینا اون گوشت قربونی هم بسته به قسمته آخه تو واسه همین حرفات که اصلا کله پا شد و خیال میکنه همه از مصطفی میترسن خودت خوب میدونی این خیال تنها نیست یعنی میخوای بگی تو از مصطفی میترسی پرهو نه چرا حالیت نیست رضا چرا حالیت نیست من فقط حالیمه که تو خواهی تو خیلی دست چان گرفتی رضا من دیگه پیر شدم حالا دیگه فقط اسم پهلوان برام باقی مونده دیگه من اون آدمی نیستم که قد داره دستش بگیره و با آدمایی مثل مصطفی طرف بشه من نمیخوام حسن به خاطر یه هوس بچه گونه همه چیزو خراب کنه درسته که اون بچه خودم نیست اما از پاره جیگرم برام عزیزتره من چشم بر نمیداره که یه مو از سر اون کم بشه حسن واسه بچه بونه به سرش نیست هیچ چیزم خراب نمیشه اگرم کسی واسه اون خواسته باشه قدرش زمین بکوبه من خودم قدرش میکشم بیرون پرف و اینه بدون حسن یه مرد شده یعنی؟ آره حالا یه مرد میدون میخوام که از مار نترسه
یک مرد میخوام که از این افعیمار نترسه، از تجدم و روتیل نترسه، از دیب دو سر نترسه، ولی از رفیق نواب بترسه. این عیبون دیب دو سر رو من از دیب میترسم. حالا اون شیرمرد دستشو تو این معرکه بالا کنه. اون شیرمرد منم درویش. حالا نگهدار ایکلت بشه برادر. اسم چیه بچه درویش؟ اسم من؟ حسنه. بشین حسن. خداوند سایه وال دین تو از سر کم نکنه. لاغل از دنیا نری. بلند بگین آمین. دمدمت نفست نیشت حیبتت. نه من نمی ترسم. تو طویله خودم دستگیرش کردم. این افعیمار تا اولا چهار تا گاو زده. آقا یود اینجوری نگاش نکنید. این افعیماره. این افعیماری که میبینین چهار تا اولاغو به خاک سیاه نشونده. حالا میندازیمش طوری کردن این بچه باشه که باش بازی کنه. با بازی نمی کنم. من با ما بازی نمی کنم. بازی نمی کنم. حالا خوب سیاحت کنید. از سروران خودم خواهش میکنم سکوت بکنن، چون ممکن این افعیمار عصبانی بشه و خدای ناکرده کسی رو نیش بزنه. خب شیرمرد نترس، امید به علی باشه. ولی کله بچه مرشه اقل نشون دادی شیر دنی شیرمردی بچه مرشه. آفری نگاه کنید این مار رو ببینید بگرده بچه مرشه چه نشونده نمیترسم. یه مرد دیگه میخوام که مردونگی کنه و چراغ دل ما رو روشن کنه. ما زن داریم، بچه داریم، حق مولا علی خدا عوضش بده. ولی اینقدر پررو شدی که تو جمعیت وای میسی از اون چشم خوار میکنی؟ ولی آخو مستقی برو خونه. چی کارش داری؟ چرا ملی رو کتک میزنی؟ مگه تو آقا معلم اون هستی؟ بگیری ما را اگه من برو خونه. اگه مردی این موری بگی تو دستت به جالک بکش بگی بازی کن میدم یا نه سلامی. زندگی ما رو پاک به هم زدیم. بگیریم بچه ما رو یه وقت کادم میگیره. آخه اون داره زور میگه در بگیر. یه مرد که ریدن دست بلند نمی کنه آخه. بزن منو بزن. آروم باش. آروم باش دختر. ولی اینو بدون که نمیتونی خودشو گول بزنی. من باید اینو بفهمم چرا جایی که 40 تا مرد هست وای میسی؟ چرا وای میسی که اونطور با آبروی من بازی کنی؟ من مجبور نیستم هر کاری که تو میخوای بکنم. علی جون علی نداره با مصطفی نبود که حالا هر دومون بدبخت شده بود. چرا بدبخت؟ مگه همه اونایی که پدراشون مردن بدبخت شدن؟ تازه پدرم هم تو کارخونه خود اون کشته شد. در واسه همین هم هست که بعد از مرگ اون خدا بیامرز نذاشتم یه قلب آب ناخوش از گلوتون پایین بره. اولا من میتونم گلیم خودم از آب بیرون بکشم، همینطور که حالا دارم تو قالی بافی کار میکنم. ولی من به خاطر اینکه سرگرم باشی گذاشتم اونجا کار کنی. با من شما خودت خوب میدونی که منظورت از کمک به ما چیه. اما من حاضرم همین امروز عقدت کنم. تو نمیتونی برای اینکه زن بچه داری. من حاضر نیستم یه دقیقه تو خونه این مردی مثل تو زندگی کنم. لابد مهر اون پسره 40 به دلت نشسته. آره اون هرچی باشه قلبش از تو پاکتره. باشه اگه پهلوانم نتونسته زبون اونو بفهمه من خودم حالش میکنم. سلام سرقا خانم. سلام خانم. سلام حسنی. سلام میدی دوزر پرسرت بده من نفع میگیریم برو. کجا؟ سلام. هیچ جا. فایه زنی چرا ریش داری ها؟ اومدی بازی کنی؟ گرگم به هوا کنی؟ خب بکنیم دیگه. بچه اینا بگیش کنی خواه کنیم. باشه ای خانم ریش جا. من اینجا Ha ha ha!
میکنم، میخوام شلغم بخورم، میخوام شلغم. من بازی میکردم، اینقدر آتیش بازی کردیم، چند نفرشون رو کشتم، قاسم همه شون رو با هفتی کوکو کشتم، همه رو کشتم، اومدم جفتک چا کشت، قاسم من اول میکشت، من جفتک چا کشت. نگاش کن، ریختش نگاه. حالا نوبت منه، بیا پن بیا. حالا نوبت منه، بیا نوبت تو. خدا اینو بچه ها، تو نمیخوام، من بازی نمی کنم. خیلی ها، همین یه دفعه. آخه اینم آدمه که عاشق ملی شده. ملی؟ کی بود؟ ما بودی. دفتا تو خجالت نمیکشی با این بچه ها بازی میکنی. ملی حق داره. اون حق داره تو دیوونه رو دستت بزنه. کی منو دست بندازه؟ ملی تو امیری خیال کردی تو رو میخواد. منو دست انداخته. تو منو دوست نداری ها؟ من تو رو دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم. این حرفا رو کی بهت زده؟ اونا میگن یا تو میگن؟ اونا غلط کردن. آره اونا غلط کردن. نگه زوره. پس تو منو دوست داری ها؟ خب معلومه حسن. خب، حالا میخوام یه چیزی بهت بدم، ملی جون. چیه؟ ملی جون، من این ماشین خیلی دوست داشتم، اما نزمش شدی. Oh,
رفتم نداری چون شب در این من چون با گل در دامن من شوهر کنی. وا مگه شوهر حراج میکنه؟ پس آقا مصطفی کیه؟ اولندش مصطفی زن و بچه داره، دومندش من زنش نمیشم. نه جون خودت، پس میخوای زن حسن بشی ها؟ من هیچ وقت نگفتم میخوام زن حسن بشم. ممکنم هست شما به این حرفم بخندید، ولی به خدا حسن ماهه. منم حسن آقا. بیا تو حسن. سلام. سلام. چی شده حسن؟ با من کاری داشتی؟ من شما رو دوست دارم ننه زری خانم. منم تو رو دوست دارم. چی شده این وقت شب اومدی اینجا؟ من شما رو دوست دارم، آقا رزانم دوست دارم، داییمم دوست دارم، ملی جونم دوست دارم. میدونم ملی رو دوست داری. بیا بشین، بیا. من چی کار میتونم برات بکنم حسن؟ شما میدونین که من ملی جون میخوام؟ آره میدونم، بچه ها به هم گفتن. نه دوستش دارم، نه نزدیک خانم، خیلی میخوامش. من هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم. من برای خوشحالی تو همه کار میکنم. نه نزدیک، من شما رو دوست دارم. همه تو رو دوست دارن، همه. گریه میکنی ننه زری؟ هم؟ نه. چی میخوری برات بیارم؟ هیچی. امشب شب خوبیه ننه زری ها. Jungle,
بزنی شهرداره. بالاخره ما نباید بفهمیم کی تو رو زده؟ اسمشونو بهم نگفتن دایی. نکن در میکنه دار کار مصطفی، سار پاره بود. این عین روز واسه من روشنه. نه آقا رضا، دزده بودم، مصطفی نبودش. حتما درست یادت نیست. میگم مصطفی نبوده. آها این که مصطفی رو میشناسه، از اون گذشته. مصطفی هیچ وقت از این کارا نمی کنه. من یه دفعه با اونا بوکس بازی کردم، من آرتیسته بودم. پاک ما رو کلافه کردی بچه. لا لا الا الله، انگار تبم داره. تو ننظری یکی دو روز اینجا باش تا حالش جا بیاد. من میرم بیرون و برمیگردم. یا علی کجا بخوای بری پاره بود؟ الله راستشو بخوای خودم هم نمیدونم. ببین پهله با بی خود خودت ناراحت نکن. حتی اگه پای مصطفیم که آیز نمه در میون باشه، من یکی دست وردار نیستم. من اینم بدون که دل منیه پیش حسنه. باز چه اینقدر دست دست میکنی؟ تمومش کن بره با دیگه. والا من نمیدونم این دختره چی حسن رو میخواد؟ بله با علب باز به ننه بوزی شیرین بیاد. این منو تا این که مرده عشق نچشیده. شاید تو راست میگی، همینطوره. بریم آقا رضا. بریم با آقا. بریم. ننه زری، ننه زری، دلم میخواد برام تار بزنی. تار بزن، تار بزن، بخون ننه، بخون، بخون تا خواب ببره. به خودم و ملی با حرف بزنم. یه چیزایی شنفتم که تو گالی بافی راجب بعضی چیزا با ملی حرف میزدی. ملی واسه من این دخترمه. اون روزم توی گالی بافی من فقط راجب بچم، راجب حسنم باش حرف میزدم. منم همین فکر رو میکردم. خب ملی چی گفت؟ اختیار دارش تو هستی، تو باید تکلیفش رو روشن کنی. میخوای چی کار کنم پهلوون؟ ببین آقا مصطفی، من حرفای تو رو مو به مو بهش گفتم. خواستم بهش حالی کنم، خواستم بهش حالی کنم که این فکر رو از سرش بیرون کنه. ولی میدونی اون چی به من گفت؟ گفت مصطفی دوتا، من هیچی.
من درد خاطر خواهی رو میفهمم. تو زن و بچه داری، اسم و رسم داری، اما حسن من چی؟ از وقتی خاطر خواهی منی شده پاک عوض شده. میگن اگه دوناب بشه ممکنه خوب بشه. بیا و مردونگی کن، بذار پسرم خوب بشه، اون امیدش به توه. پهلوان اونو ناامیدش نکن. گرگه میکنی پهلوان؟ پهلوان نوکرتا، تو منو روشنم کردی. کیه که رو حرف شما حرف بزنه؟ قرارم با مری صحبت میکنم، اگه اون راضی باشه دیگه حرفی نیست. واسه شب عروسیشم خودم چهار لاشه گوسفند میفرستم. بله بوم، من یه اون رو کرده تا شادم کردی مصطفا، شادم کردی. بله بوم، بهتر دور مری رو خیت بکشی، واسه این که دایی مری رو میخواد. بهتر دور مری رو خیت بکشی، واسه این که دایی مری رو میخواد. من در خدمتم. اگه از هم بفهمه خیلی خوشحال میشه. رفقا بریم. خواهش میکنم. میدونی پهنه بود واسه شب عروسی با 400 صندلی هم اضافه بذاری. واسه چی؟ واسه بچه ها دیگه. خب دیگه رفیقای دومادن حتما همه شو میخوان اون شب ساخت روش بشن، جنجالی میشه. الله اکبر، الله اکبر. این کار حسنیه؟ آره خودشه. اون باره را تشکر بیا پایی؟ نکنه میخواد خودشو بکشه، باید خبر دار. یلا، حسنی میخواد خودشو بکشه. دایی جون میدونی مرد به چی میگن؟ حسنی میخواد خودشو بکشه. Thank you.
پایین. یالا پلمون خودت برسون برای رو. چی ملی مال تو، ملی مال تو. بگو به حضرت که من یه مرد، من یه مرد شدم. یه مرد شدی ریجو، به حضرت یه مرد شدی. من یه مرد شدم. من شما رو دوست دارم دایی جو. آخه رزا جونم دوست دارم. نه نیزریرم دوست دارم. من ملی جونم دوست دارم. خدا یه مرد قلب مهربونی که سادگی داشت، دیگه مرد کسی که با آدم ها کاری نداشت. چوب سادگی شخورد اون که آزاری نداشت. جای کینه تو سینه قلب مهربونی داشت. دل و دستش یکی بود، واسه چی کشت خودشو؟ کسی آخر وا نکرد گره مشکلشو. ذره ذره دیگه خاموش میشه، همه جا من میشه خاطرهاش. مثل یک قصه فراموش میشه، آسمون چادر غم سر کشیده، مثل قلب آدم ها سیاه شده. دیگه افسانه یه خوب قلب پاک توی این زمون کیمیا شده. بعد از این اسم من همه جا میشه مثل، کسی که به جا گذاشت مثل یه عطر مطر. قصه ای از عشق با درخشش چشمگیر اجتماعی از محبوبترین چهره‌های سینمای ایران: بهمن مفید، سپیده، شهرام، فریده بیات، نادره، نادیا و جلال، و همچنین دو چهره محبوب تلویزیونی عباس حکمت‌آرا و لیدا زن. کارگردان ایروانی، تهیه کننده علی مرتضوی. زن در دنیای پرشکوه و جلال این مرد جوان، در دنیای پر امید و آرزوی این زن زیبا، همه چیز حاکی از آغاز یک سرور، یک شادمانی، یک زندگی مشترک و یک پیوند ابدی. آنچه در فکر و خیال مرد می‌گذشت بر ضمیر زن نوشته بود
و آنچه که به قلب و روح این زن جوان شادی و امید میبخشید زندگی در جوار این مرد بود. در چشمهایشان نور عشق و دلدادگی بود و قلبهایشان آرزومند وصال. با نوای دلانگیز در یک زمان سرود عشق و امید سر دادند و قلبهایشان با یک تنین سرود زندگی. زندگی من تو ایسایی، این چه حرفی میزنی؟ من تو رو با دنیا عوض نمی کنم. و در این طوفان خشم شاید قلب یکی از آنان میگفت اگر تو خشم گیری و دل از من برکنی، از من دوری جویی. نه خواهش میکنم، من بزاری عشق خواهم ریخت و در غم تنهایی خواهم گریست. پس کجا رم؟ آخه چرا رم؟ میخوایی گذاشته منو به خاطرم بیاری؟ میخوای گریه کنم؟ باشد که زمانی به سویم بازگردی و در کنارت غمها را به فراموشی بسپارم و خوشبختی را باز یابم. حالا میتونم بگم من خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستم. بیبری. برای آنان عشق بالاتر از هر چیز بود. عشق شادانتر از شادی بود. عشق تسکین دهنده غمها و بالاتر از هر ثروت و مقامی بود. دست بکش! دست تو بکش بیتر بیاد! عشق روشنایی بخش زندگی. نه، همه جا تاریکه، تاریک. عشق تنها مایه امید. عشق سلطان زندگی و سلطان قلبها. آیا حاضرید شما را به عقد ازدواج سعید سعادت در بیاورم؟ بگو بله ماتا نکن. بله. فرقین، چهره دوست داشتنی و ستاره درخشان و بی‌رقیب سینمای ایران، در اوج شهرت و محبوبیت با شخصیتی جامدتر از همیشه و با آوایی گرمتر در فیلم سلطان قلب‌ها با شما سخن خواهد گفت. سخن از عشق‌ها و غم‌های بی‌پایان. مادر، تا آخر عمر قلب منو شکست، روح منو خسته کردی، حالا یک غمی تو این دلم لونه کرده که هیچ چیزی خرابش نمی کنه. که این عشق و هوس با اشاره دیگران آغاز شد، در پایان بر چهره یکایک آنان آثار ندامت و شرمساری و اندوه و تأسف به جای نهاد. سلطان قلب ها سیریست در زندگی، در زندگی انسان‌هایی که رنج دیگران را رنج خود می‌پنداشتند و قلبشان از صفا و صمیمیت لبریز بود. و نیز سیریست در زندگی انسان‌هایی که خنده و شادی و کامیابیشان مستلزم رنج و غم و حتی نابودی انسان دیگر. فرستادمش اونجا که عرب نمیندازه. این مرد بلحوث، حالا هرچی ملک و دارایی داری دو دستی نگرش دار، چون باید همشو با خودت به گور ببری. در این فیلم سخن از امیدها و آرزوهای طلایی است، ولی سرنوشت خلاف آرزوها و نقطه مقابل امیدها را پیش می آورد. فشل که نمیخوام صدا تو بشنوم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، بیمان یاری به قلبم تو بستی، با من بدم. سلطان قلب ها، فیلمی لطیف و نو از سینمای ایران با شرکت فردین، آذر شیوا، همایون، حبیب الله بلور، ویکتوریا، یاسمین، جمشید مهرداد، بهمنیار، کهنمویی و لیلا فروهر. سلطان قلب ها، سلطان قلب ها، یک شاهکار، یک فیلم خاطر انگیز و فراموش نشدنی، اثری که فردین هنرمند محبوب سینمای ما آن را به وجود آورد. سلطان قلب ها. خدایا، سلطان قلب ها، به کارگردانی فردین، محصول. این آرزوی منه که با تو عروسی کنم. من همه سعی خودم رو میکنم که رضایتشو بگیرم. اگه بازم موافقت نکرد اون وقت چی؟ اون وقت من از اونجا فرار میکنم، میریم هر جا که تو بخوای. با
عشق زیستن، جسم و جان به عشق سپردن، و چون پروانه ها از عشق مردن. باشه میام. همیشه تصورات و پندارهای ما قبل از چشم و قبل از قلب و عقلمان عاشق می شوند. تصور آن چشمان جادویی، تصور آن لبخند نمکی، تصور آن گیسوان زیبا که به آبشاری از طلا شبیه بود، جوان را حتی پیش از آن که معشوقه را دیده باشد به دنیای عشق می برد. بدون تو خورشیدم دیگه برام گرمی نداره. و این عشق که لطیف بود، پاک بود، که رؤیامانم بود، بدین سان بود، با نامه ها، با گلهای کاغذی. یه نامه؟ نامه؟ یعنی ممکنه کی گذاشته باشه؟ اسمش چی؟ اصل، اصل. شما همه چی رو راجع به من میدونین؟ کی بودم؟ کی هستم؟ چی بودم و چی هستم؟ گلهای کاغذی پلی بود میان سه قلب، گذرگاهی بود برای انتقال افکار و اندیشه های سه موجود پرشور و رنج کشیده. همیشه آرزوم بوده که یه جایی باشه تا بتونم توش پناه ببرم. رسول با رنج و فقر نسبتی نزدیک داشت. تو یه جوری حرف میزنی مثل این که کافری. اگه کافری شمر باش و اگه مسلمانی امام حسین. حد وسطش بیفایده است. صادق اگر مال و منال نداشت، ثروت علم را داشت و موهبت شعر را. گفتی تو بهش قول دادی که یه شعر راجب کجاش براش بگی؟ راجب چیز؟ راجب موهاش. آخه لاکردار موهاش خیلی خوشگله، عین آبشار طلا. اگه تو هم موهاش میدیدی همین کارا میکردی. و اصل که هم زیبا بود هم ثروتمند، با دیدن ننگ ها و فجایع اطرافش امیدی برای زندگی مونده. من از کارهای شما متنفرم، از مهمونیاتون متنفرم، از مهموناتون متنفرم، از خودم متنفرم، از شما متنفرم. کاش هیچ وقت نمیدیدم. آنان همچون سه نقطه در دیوارهای مثلث عشق گرفتار شدند. دو عشق آشکار و یک عشق پنهان، همچون آتش زیر خاکستر. شما چشمای قشنگی داری، خیلی قشنگ. من نگاه تو میخواستم که قشنگ ترین غزل بود. گلهای کاغذی، فیلمی با یک لحن جداگانه و با هوایی متفاوت. مرتضی عقیلی. دلم میخواد از اون مردایی بودی که الان چاک دهنت رو میکشیدی و حسابشونو میرسیدی. پس اجازه میدید؟ چی رو؟ که چاک دهنم را بکشم. آره چی رو که نه؟ این اکرا داشته باشید. مرتضی عقیلی با فیلم های بسیاری مقام خود را به عنوان یک هنرمند تثبیت کرد. با فیلم موفق فاصله هنرش به عنوان یک کارگردان نیز تحسین شد. و اکنون با آفرینش گلهای کاغذی شاهکاری برای سینمای ایران بر جای می‌گذارد. بس آشتی، آشتی، اینم قدش. اصغر آقاخانی، لیلی و گرجی در خلق این اثر برجسته او را یاری می‌کنند. با این فیلم یک چهره نو و یک استعداد چشمگیر خواهید شناخت. شهرزاد آرمان. سلام. بلی. ببخشید. شما خانم اصلی؟ اصل آبجیت مردی که پدر سوخته بیشترم. گلهای کاغذی طنزیست که شما را میخندند. مرثیه ایست که شما را میگریاند. عشقی است که بر اعماق قلبتان اثر میگذارد. آخ که چشمات چه قشنگ بود. گلهای کاغذی، سناریست و کارگردان مرتضی عقیلی، پخش از حسام فیلم. گلهای کاغذی چه قشنگ بود.
به چشمان چه قشنگ بود. اما شناسنامه این جانب در به در علاف داغون زندگی آدم های بیشناسنامه ورق می خورد. شاید اینها خودشان هم ندانند چگونه زاده شدند، بزرگ شدند و در جنگل آهن و آدم حیران و سرگردان شدند. این مرد حرکت می کند، راه می رود، حرف می زند، اما در دلش غمی به استواری کوه لانه کرده است. من تو این دنیا هیچ کس رو ندارم. آدمایی که دورم هستن از من بیزارن. دلم می خواد بمیرم و از این زندگی لعنتی راحت بشم. این زن مطرود اجتماع خویش است، از خودش گریزان است و پناهی برای لحظه آرامش جستجو می کند. و این دوست که شناسنامش را در بیخبری گم کرده است، اما قلب پاکش همیشه برای خوبی ها می تپد. کنکاشی فانتزی برای بررسی قشر بی سامان اجتماع، برای رویارویی با حقیقت. میکنی اینا پولا رو از کجا آوردن؟ هم مال من و تو رو خوردن که شکماشون اینقدر شدی. خیابانی ها، اینها در کوچه میخوابند و در خیابان حرکت میکنند. اینها آدم های همیشگی و صمیمی کوچه و خیابان هستند. خیابانی ها. تو درباره من اشتباه میکنی. من مثل دخترهای دیگه نیستم. من واسه قلب خودم زندگی میکنم، به حرف مردمم کاری ندارم. بذار هر کی هر چی میخواد بگه. لامصب، بذار من حرفمو بزنم. آخه منم انسانم، یعنی آدمم. ببینه مریم، به خدا موضوع این حرفا نیست. خب ما که اینجا ملک شخصی نداریم، خونه مال یکی دیگه است، ما دو نفر خودمون آواره ایم، شکم خودمون به زوره سیر میکنیم. صبح میشه از شبمون خبر نداریم، مثل سکه میمونیم که با همون شیریاخت بازی میکنن. اون وقت چطوره میتونیم خرج تورم بدیم؟ اگر دردی هست که هست، اگر زخمی هست که هست، باید لحظه ای در مقابلش درنگ کرد و ایستاد. باید ایستاد و مبارزه کرد و انسان است که برای رسیدن به چشمه نور باید از قلب تاریکی عبور کرد. خیابانی ها، خیابانی ها قصه زندگی آدم هایی که فرهنگشان را به یغما بردند. با این حد شیندیر پیندیر کی به ما میاد تو این دوره زنه بدهانه؟ هر چی من میگم تو گوش کن، برگشت با من. ببینم تو لباس از این بهتر نداری. نه بابا، رستم اسلامی یه دست اصله تازه یه روز در میان، سهرابم میپوشه کش.
دلایل آقای دادستان قبول ندارم این پرونده که تشکیل شده دور از انصافه. این تجسسی است در دنیای یک مرد. یک مرد با ظاهری آرام و درونی آشفته و ملتهب، راهی سرنوشتی نامعلوم. روزگاری به زندگی عشق می‌ورزید. زندگی را در عشق می‌دید و عاشق این زن بود. مادر، خواهش میکنم گریه نکنم. قول میدم خیلی زود برگردم. فورا از این خونه برو بیرون تا با رسوایی بیرون نکردم. و سخن از کسانی است که خوشبختیش را به تاراج بردم. آنان که نفرت را به او شناسندند، آنان که به سوی گناه و جنایت سوغش دادند و از او بازیچه ای ساختند در معرکه زندگی. معرکه چه میخواه؟ خب، معلوم. و کابوشیست در دنیای این زن. روزگاری که خوشبختی را در نجابت و معصومیت جستجو میکرد، همه او را از خود راندند. آن زمان که در گرداب پلیدی ها قوطه میخورد، همه در جستجویش بودند. چه بریم خونه؟ بکن باز سخت نگی. کدوم خونه؟ اصلا میدونی چیه؟ تو تمام برای بچه هایی که تو این کافه هستین بس من یک سونی. هر کی پول بیشترخ کنه ما مخلصشیم. حالا اگه پول داری بفرما ولو را رو از کمز باد بیار. معرکه افشا چون بخوری این زن رو میخوشم. معرکه زندگی که همه در آن گرفتن. با یک عشق به بعد میاییم و هدفها و مقاصد خیش را به آن نزدیک میسازیم. با یک ناکامی، با یک بازی کوچک تغییر، با شتاب از پهنه ماجره ها میگذاریم. چهره های گونه گونه مردمان با نقاب تزویر و ریا به سرعت از برابرمان عبور میکنند و به ناگهان در اوج خشم داغ یک جنایت بر پیشانی ما نقش میبندد. و در این حال است که گویی زمان از حرکت باز میستد و جز شکنجه و رنج چیزی باقی نمیماند. معرکه فریاد نزن. آبرون رفت. آبرون؟ متاسفانه شما به جز پول هیچی نداریم. نه جونم نه عمرم دلم گر بیقراره غمم چاره ندارم. معرکه زندگی بدنامی و ننگی بزرگتر از خودفروشی نیست. در معرکه زندگی هیچ چیز شکوه منتر نیست. معرکه فیلمی با هنرنمایی کهکشانی از ستارگان شهیر سینما. ایرج رستمی هنرمند محبوب، شهین ستاره پرقدرت سینما، همراه با سرکوب، مشگان، هایک، ماروتیان، حالتی، مقبلی، نصرتی، لورتا و میری. عیبی نداره عوضش.